امروز با یه قدمی وارد شدین، عهدی بستین، عهد نامزدی با عیسی مسیح. یعنی عهدی هست که بیشتر خودش بسته و شما آمین گفتین. خوشحال هستم برای شما و همینطور هم میدونم یک زندگی ماجراجویانه الان شروع میشه. و خوبی مسیحیت همینه که ما زمانی که ایمان میاریم به عیسی مسیح، اینطوری نیست که فقط الان ایمان رو بردیم، فقط زندگی خودمون رو دوباره دنبال میکنیم، بلکه اصلا کلن یک حیات جدیدی شروع میشه. نمیدونم شما اگه در مدرسه اونجا مثال میگم کتابی یا دفتری داشتی، اونجا اونقدر زیاد غلط کردی و در زندگی من به هر حال این اتفاق افتاده و همینطور معلم میاد اونجا قرمز قرمز خط قرمز یعنی اشتباه چیز. و بعضی وقت ما دوست داریم، موقع دوست داشتم مثلا این صفحه ها رو اصلا کاپ پاره کنم بندازم اگه که نمیخواستم ببینم، چون اونجا تمام میگم اشتباه من دیده میشه. و در مسیحیت اینطوریه که خدا این کتاب رو برمی‌داره، اصلا میندازه بیرون، ولی یک کتاب جدیدی به ما میبخشه و میگه الان یک حیات جدیدی، یک دفتر جدیدی میدم و الان او هم در قلب ماست به کمک میکنه. و هر موقع هم که ما اشتباه میکنیم اونجا یک پاک کن هم هست و این پاک کن خون عیسی مسیح اینو دوباره پاک میکنه. و دوباره بعد از این یه مدت این کتاب رو نگاه میکنه، میبینی که همه چی پاک شده. و زمانی که کلام خدا میگه که زمانی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح، این کتابی که کتاب مرگ به خاطر گناهان، کتاب مرگ اونجا دفن میشه. همینجا امروز هم که اینجا عزیزان تعمید گرفتن و در آسمون، نه در این دنیا، در آسمون یه کتابی که اسم این کتاب کتاب حیات اونجا باز میشه و اسم تو نوشته میشه و میگه که علیه. و همینطور هم تک تک شما که اینجا تعمید گرفتین اسمای شما اونجا نوشته میشه. و اینجا میگه و هیچ کسی نمیتونه اسم تو رو از این کتاب حیات پاک کنه. این میشه مسیحیت، یک حیات جدید، یک دفتر جدید، یک شروع جدید با کمک عیسی مسیح، با کمک روح القدس که در ما قرار گرفته. چه واقعا فیض عظیمی است که اون خدای خالق ما که ما رو شبیه خودش خلق کرده به ما دعوت میکنه. آمین. و امیدوار هستم عزیزان، مهمونای عزیز که اینجا ما هستی، یا همینطور هم افرادی هم که از طریق یوتیوب یا کانال دیگه با ما وصل شدن، امیدوار هستیم امروز هم دعای ما همین بود که کسی که هنوز این نور رو دریافت نکرده، این حیات رو دریافت نکرده، هنوز با این کتاب سنگین گناهالود همینطور راه میره و دائما میخواد قایم کنه، هیچ کسی نبینه، که یک روز ایمان بیاری من این کتابش مونده اینجا دفن بشه و یک کتاب حیات بهش ما داده بشه یا بیشتر در آسمون نوشته بشه. این آرزوی ماست عزیزان که امروز هم این جلسه رو، الان جلسه تعمید رو که اینجا جشن میگیریم، که بتونیم به افرادی که هنوز ایمان نآوردن واقعا ایمان بیارن، نجات پیدا کنن. امروز هم یک روزی هم هست که خدا همینطور به پرستش بود به شما گفتم که بعضی هستن که به هر حال شاید فکر میکنی تصادفی اینجا آمدی، بعضی هستن که شاید یه چیزی شنیدی و آمدی اینجا، یا مثلا الان به هر حال به خاطر تعمیدی ها اینجا آمدین. فقط بدونین که خدا از همه فرص، از زمان، از تمام فرصت‌ها استفاده می‌کنه که تو رو نجات بده، تو رو آزاد کنه از خودت، تو رو آزاد کنه از این زندگی گناه‌آلود، آزاد کنه از تمام درد و رنج و بدبختی که در این دنیا است. و می‌دونم هیچ کسی هم نمی‌تونه بگه من مشکلی ندارم. همه در این دنیا بدون خدا مشکل دارن و مشکل زیادی هم هست، مثل اینکه مرگ در ما اینجا روز به روز بیشتر رشد میکنه و عیسی مسیح میخواد همینطور با این کاری که روی صلیب کرد، با این مرگش که به خاطر ما مرده، به ما، به شما عزیزان حیات جاودانی ببخشه. الان اگه آمدین اینجا خدا زندگی شما یکم بهتر کنه، برای این احتیاجم نیست ایمان بیارین. عیسی مسیح چیزی بهتر نمیکنه. عیسی مسیح همه چی رو نو میکنه. آمین.
عیسی مسیح میاد همه چی رو خراب میکنه که تو رو خراب میکنه، نابود میکنه و همه چی رو نو میسازه. این خدای ماست، این خدای کتاب مقدس است. حالا نمیدونم چه تصویری تو از خدا داری و چه زمانی که از تو بپرسم که چه توصیفی میکنی از خدای خودت که ایمان و که ایمان داری، یا همینطورم چه تجربه‌ای با این خدایی داری. چون ما در کتاب مقدس ما تجربه، ما زندگی میکنیم با او. یه چیزی هست که یه کسی که این تجربه رو نکرده باور کردنه نیست. با خدا زندگی کردن، با خدا راه رفتن، خدا کجاست، ما کجا هستیم. پس هنوز با عیسی آشنا نشدین، آشنا بشین، خواهید دید چطور میتونین روزمره با عیسی راه برین، زندگی کنین. وضعیت تو در این دنیا چطوره؟ آیا واقعا اگه مشکلهایی داری، اگه باری داری، اگه سوالهایی داری، کجا میریم؟ کیست که واقعا میتونه مشکل تو رو، بارهای تو رو برداره؟ اون خدایی که تو رو میپرستیم کجاست؟ آیا واقعا این خدا، خدایی که تو باور میکنی در زندگی روزمره تو حضور داره؟ اصلا اینترست به زندگی خودت داره یا نه؟ این چیزهای مهم هستن، سوالهای مهم هست عزیزان. این ربطی به یک فلسفه نیست، یک چیزی نیست، یک دانشی نیست، بلکه مربوط به حیاته. همه ما در این دنیا درد و رنج میکشیم از این بارهای، از این ناعدالتی‌ها، از این سختی‌ها، از این بیماری‌هایی که در این دنیا هست. نمیتونی فرار کنی و هیچ کنترلی هم نداریم، هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. الان اگه واقعا تو مشکلهایی قرار گرفتی، اگه یک مبارزه داخلی شخصی داری، کجا میری؟ مشکلهایی که هستن، یا مثال میگم الان بگم که مریضی به وجود بیاد، افسردگی به وجود میاد، کجا میرین؟ تنها جایی که ما میتونیم بریم یا میتونیم برین پیش یک روانشناس، یا برین پیش یک دکتر. پیش کی میری که واقعا میتونه مشکل رو حل کنه، نه فقط دارو به تو ببخشه، فقط تو رو آروم کنه. آیا در نبردهای شخصیتی مشکل داری؟ میجنگی؟ در تو گناهایی مثل حسادت، که واقعا حسادت یه چیزی وحشتناک بدیه، یا خشم، یا تلخیه؟ کجا میری زمانی که مشکل رو داری و هر چقدر سعی میکنی خودت رو عوض کنی، میبینی که بدتر هم میشی؟ همینطورم کجا میری؟ آیا در، میگم که نبردهای خارجی هستی، یعنی افرادی که داری تو این دنیا میان اونجا قلب تو رو میشکنن، دروغ میگن، تو رو طرد میکنن، تو رو آدم حساب نمی کنن، پشت تو حرف می زنن، غیبت می کنن، تو رو کوچیک می کنن، کجا می رین؟ آیا یه جایی دارین که برین که واقعا شفا بگیرین، آزاد بشین؟ سوال بعدی اینه که آیا تشنه آرامش هستین؟ اون چیزایی الان بعد که صحبت کردم، آیا تشنه آرامش هستین؟ دنبال صلح، سلامتی هستین؟ تشنه شادی هستین؟ یه شادی، نه اینطوری برای یک فقط خبر خوبی رو شنیدین الان شاد هستین، بعد از این خبر بد میاد شادی تو رو دوباره مه میکنه. تشنه محبت هستین؟ کجا میرین؟ تشنه این هستی که پذیرفته بشین؟ تشنه ای هستین که امنیت و امید به دست بیارین؟ کجا میرین؟ این سوال های خیلی مهمه که باید فکر کنین. این به این خدایی که تو ایمان داری چه خدایی هست؟ آیا این خدایی که ایمان داری امید به تو میبخشه، امنیت به تو میبخشه؟ آیا تشنه بخششی هستی؟ بخششی از گناهات؟ کجا میرین؟ کیست که میتونه گناه های تو رو ببخشه، که تو رو آزاد کنه از این ریشه گناه؟ کیست؟ این چیزهایی هستن که شما باید فکر کنین. هر کسی، هر دینی، هر مذهبی تو زندگی میکنه، باید فکر کنین
اون خدایی که من ایمان دارم واقعا میتونه تمام این تشنگی های من که تشنگی حیات به من ببخشه. و همینطورم این سرود هایم که خوندیم، تشنه آزادی، آزادی از گناه. آه چقدر زیباست که گناه نکنیم. آیا چقدر زیباست اگر ما فکرهای منفی نداشته باشیم، اگر در ما هیچ غیبتی نباشه، هیچ خشمی نباشه. آه چقدر زیباست. افراد میان ما رو توهین میکنن، ما خون سرد میمونیم. نه فقط این، بلکه حتی رحم میکنیم، با تواضع و با حلم جواب میدیم. چقدر زیباست. نه؟ کجا میرین؟ پیش کدوم خدا میرین شما؟ اگه تو این سوالها رو نتونی جواب بدی، پس یا خدای تو مرده هست یا وجود نداره، یا تو یک توهمی زندگی میکنی، یه خدایی برای خودت ساختی که وجود نداره. چون من اگه یک به خدای ایمان دارم و اون خدایی که میگم که من ایمان دارم، اگه در زندگی روزمره ما، روزمره من تجربه نکنم، پس چه فایده داری خدا؟ پس میتونم زندگی خودم رو انجام بدم. این خدایی که فکر میکنم الان زندگی میکنم و دائما باید بترسم، الان یه گناهی، یه گناهی دیگه، یه گناهی دیگه، الان فکر میکنم الان آخر آینده من کجاست؟ تو جهنمه. چطور میتونم زندگی کنم؟ همینطور در این فکر کنین که اوکی، اون خدایی که تو ایمان داری، نگاه کن آیا تا آخرم، آخرین لحظه که نفس بکشی اینو ورداشتی، چه قولی میده برای حیات جاودانی؟ آینده ابدیت خودتو کجا خواهی گذاشت؟ حتی آیات الله خمینی هم که رهبر تمام این دین اسلام، اونم آخر نمیدونست کجا خواهد رفت. پس اون رئیس رو که خودش نمیدونه، پس تو کی هستی؟ نه؟ آیا در این دنیا یه پناهگاهی داری؟ یه جایی که میری اونجا واقعا احساس پناه میکنی، احساس میکنی که پذیرفته شدی، احساس میکنی اونجا واقعا تمام دنیا، تمام قدرت‌های دنیا، تمام سیاستمداران دنیا هیچ کاری نمیتونن، در یک امنیتی هستی، یه پناهگاهی هست. بعضی وقت من خودم ایماندار هستم، به مشکلهایی بر میخورم و میدونم کجا خواهم برم، و بعضی وقت میگم ای خدا، این افرادی که تو رو نمیشناسه کجا میرن؟ سوالهای خودشون کجا جواب داده میشه؟ و میگم بدبخت و بیچاره هستم، و منم بدبخت و بیچاره بودم. همه ما ایماندارا همه بدبخت و بیچاره بودیم تا فیض عظیم مسیحا آمد، نجات داد. عزیزا، میخوام الان عیسی رو معرفی کنم، عیسی به شما معرفی کنم، کسانی که هنوز عیسی رو نمیشناسن. ببین عیسی مسیح چی گفته در یوحنا باب 7، اینجا آیه 37-38 میگه در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاد و به بانگ بلند ندا داد، در داد و گفته هر که تشنه هست نزد من آید و بنوشد. هر که به من ایمان آورد، همان گونه که کتاب میگوید، از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهند شد. این عیسی مسیح است، این خدای ماست که اینو امروزم تک تک ما رو دعوت میکنه. این عیسی که امروز اینجاست که دردهایش ما رو میبینه، و امروز هم میگه که هر که به من ایمان بیاره و هر که تشنه حیات نزد من بیاد، با تمام گناه ها، با تمام اشتباهات، با تمام خرابکاری، با تمام کتابی که پر از گناه نوشته شده، میگه تشنه هستی بیا.
بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد. الان نگاه کن، این خدای ماست که میگه که نه فقط یکم آب به تو میدم، یکم لیوان آب به تو میدم، این کافی برای تو. خودش میدونه من ما احتیاج روزانه به ما این آب داریم. میگه که این آبی به شما میدم، در توی چشمه‌ای خواهد شد. خدا میتونه از تو یا میخواد از تو یک چشمه‌ای بسازه که از نهرهای تو، از نهرهای آب از تو بیرون بیاد. این خدای ما عیسی مسیحه. ما آبهای زیادی هستی در این دنیا میخوریم و فکر میکنیم این آبهای این دنیا یا این سیستم این دنیا، این چیزایی که این دنیا به ما میبخشه، این به ما حیات میبخشه. تمام شهوت‌های این دنیا، تمام چیزایی که اینجا شیطان میاد و این سیستم این دنیا به ما میبخشه، دنبال پول و دنبال سکس و دنبال نمیدونم هر اسمی میخوای ببری، این آبها همینطورم وابسته هستم از سیگار، از مواد مخدر، از الکل، همه چیزایی هستن که دائما سعی میکنیم با خوردن این آبهای این دنیا ما تشنگی ما از بین میبره. نه، همون خلای ما هنوز میمونه و عیسی مسیح اینجا در یوحنا باب 4 آیه 14 میگه که هر که از این آب بنوشد، از این آب این دنیا بنوشد، باز تشنه میشود، اما هر که از آن آبی که من به او دهم بنوشد، هرگز، بگیم هرگز، هرگز تشنه نخواهم شد. زیرا آبی که من میدهم در او چشمه‌ای میشود که تا به حیات جاودانی جوشان است. این عیسی مسیح ماست. این عیسی مسیح ماست که از تو میخواد چشمه‌ای بسازه. که این چشمه باعث میشه اونقدر همینطور از تو بیرون بیاد که افراد دیگه میان میتونن بیان اینا بچشن. خدای ما که ما باور داریم خدای خصیصی نیست، او حیات جاودانی هست، اون خودش محبته. او امروز اینجاست که بتونه این تشنگی تو رو برداره. ما برادر این دنیا سعی میکنیم تمام پولا رو خرج میکنیم، همه دارایی رو میکساریم، همه کارا رو انجام میدیم که یه قسمت یه آبی بخوریم، یه کم تشنگی ما رو از بین ببره. درسته؟ زندگی منم اینطوری بود که یه موفقیتی با این موفقیت و این دنیا بتونم نشون بدم من هستم و تشنه بودم. و همه ما تشنه، همینطور که گفتم، شادی، تشنه امنیت، تشنه پذیرفته شدن، تشنه صلح، سلامتی. آخ چقدر زیبا زمانی که در یک صلحی زندگی میکنه، میدونی تمام دنیا بیاد نمیتونه این صلح و این سلامتی رو، این آرامش رو از تو برداره. خبرهای بد هم نمیتونن. این یک افسانه نیست که صحبت میکنم. این عیساست، این خدای زنده، اوست که تو رو خلق کرده، اوست که روی صلیب برای گناه تو مرده. در عهد عتیق هم اونجا صحبت میکنه، اونجا پیشگویی میکنه، اینجا میگه ای جمعی تشنگان نزد آبها بیایید و همه شما که نقره دارین، نقره ندارین، بیایید بخرید و بخورید، بیایید و شراب و شیر که سمبل حیاته، شراب و شیری و سمبل شادیه، را بی نقره و بی قیمت بخرید. چرا نقره را برای آنچه نان نیست و مشقت خیش را برای آنچه سیر نمی کند صرف می کنید؟ تا کی
کار میکنی، از صبح تا شب کار میکنی. افرادی اصلا ایمان آوردن به عیسی مسیح، آمدن اونجا هفته هفت روز کار میکنن، وقت ندارن بیان چشمه، وقت ندارن بیان کلیسا کلام رو بشنوند که تشنگی از بین ببره. میپرسم کجا هستین؟ ما باید کار کنیم، ما باید کار کنیم، ما میخوایم پول داشته، ما میخوایم یه چیزی رو درست کنیم. تا کی؟ تا کی میخوای؟ میگه که چیزی که تو رو سیر نمیکنه، گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما از فربهی متزلزل شود، یعنی با روح خدا با حیات چاق بشی. امروز با نسی میگفته چاق بشی دیگه، مهم نیست دیگران چی فکر میکنن، من میخوام در روح چاق بشم، متلذذ بشم، پر از حیات. گوش خود را فرا داشته نزد من بیایید و تا جان شما زنده گردد. بشنوید و من با شما عهد جاودان، یعنی رحمت‌های امین داوود را خواهم بست. گوش بدین و بیایین و خدا میگه که من با توی عهدی میبندم، عهد جاودان میبندم. عهدی هست که این نهر آب زنده هیچ موقع تمام نمیشه. عزیزان، این عیسای ماست. چیزی بهتری داری؟ آیا چیزی بهتری داری از تو سوال میکنم. این خدای تو برای تو چه کاری کرده؟ این خدای تو چه وعده‌ای به تو داده؟ جز از ترس، جز از مذهب، جز از مرگ. مرگ یا ترس از مرگ. اون عیسی مسیح گفته نترسین، من غلبه یافتم، شما هم غلبه خواهید یافت. خدا اونقدر تو رو دوست داشته، یگانه پسرش رو داد که به وسیله او، به ایمان به او، حیات جاودانی داشته باشین و نه توی داوری بیفتین. این عیسی مسیح ماست. میخوام معرفی کنم، فخر میکنم که عیسی رو دارم. چیزی بهتری وجود نداره. او که آب رو به شراب تبدیل میکنه و زندگی تو رو میتونه تبدیل کنه. امروز اونجاست، او اینجاست. میدونم عیسی مسیح ما حلیم و افتاده دل است. میدونستی؟ ما بعضی وقت احساس میکنیم خدایی هست که با غیرت تو چیز میاد. نه، خدای ما غلبه یافته، اون پادشاه پادشاه و رب العربه. فقط کلام خدا میگه و خودش هم اینطوری معرفی میکنه، من حلیم هستم و افتاده دل. میدونی چی ما رو به توبه هدایت میکنه؟ مهربانی او ما رو به توبه هدایت میکنه. به این خاطرم خدا من میگه بیای نزد من ای گرانبار و خسته دلا، من به شما آرامش خواهم داد. یوغ من رو بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل میباشم و در نفوذ خود آرامی خواهید یافت، زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک. اگه کسان اینجا هستن که دلشون شکسته، ناامید هستن، پر از زخمی از این زخمی های این دنیا،
بارهای زیادی از دنیا، از خودشون، گناهان روی دوششون فقط خم شده زندگی میکنه از طریق روح. امروز خدا میگه که نزد من بیا، هر کسی تشنه هست نزد من بیا. فقط هم امروز هم میخوام دعوت کنم به عزیز افرادی که اینجا هستن که واقعا با عیسی مسیح میخواین واقعا نه فقط یکم آشنا بشین، بلکه واقعا میخواین این از این آب بنوشین و بخورین که چشمای شما باز بشه، که بعد از این میگی که برادر آلبرت فهمیدم الان چی گفتین، الان فهمیدم، الان چشیدم. امروز فقط یک شرطی هست عزیزان، همینطور که در قسمت یوحنا اونجا خوندیم، هر که تشنه هست نزد من آید و بنوشد، هر که به من ایمان آورد همان گونه که کتاب میگوید، نه با احساسه، بلکه اینطوری که کتاب مقدس میگوید. فقط ایمان به عیسی مسیح که میتونی از این آب بنوشین، راه دیگه وجود نداره. معلوم سنلوم کردن و گفتن نه، فقط ایمان به اون منجی ما، نجات دهنده ما. تنها راهی هست که زمانی که تو اعتراف کنی یک زندگی بدون خدا کردی، تو خدای خودت بودی، خودت خود محور بودی و اون خدا بیرون از قلب تو بود. اگه تو اعتراف کنی که من مرکز زندگی خودم بودم، من این افسار زندگی من در دستم گرفتن، خدا در من نبود، به این خاطر زندگی گناهالود میکردم، به این خاطر من گناهکار هستم، واقعا باور کنین که اگه گناهای شما عزیزان گوش کنین آمرزیده نشه، شما باید آینده شما در جهنم قرار بگیرین. اگه یک کسی اینو میدونه، بدون بخشش گناه در جهنم برای تو بازه. و همینطورم ایمان داشته باشین که عیسی مسیح تو رو دوست داره، ایمان داشته باشین که عیسی پسر خداست، او آسمون رو ترک کرده آمده در این دنیا به خاطر تو، به خاطر اینکه گناه های تو رو ببخشه. بخشیدنش نه فقط با زبان بود، بلکه بره روی صلیب اونجا به خاطر گناه های تو بمیره. و اگه باور کنی عیسی مسیح از مردگان، چون پسر خدا بود، چون روح خدا درونش بود، بعد از 3 روز قیام کرده، و باور کنی که عیسی مسیح زنده هست، و باور کنی عیسی مسیح تو رو دوست داره و تو رو دعوت میکنه که بیای این آب حیات رو بنوشی، و اگه باور کنی امروز با این ایمانت میتونی بیای با توبه و بازگشت قلب خودت رو باز کنی که عیسی مسیح رو قبول کنی، که عیسی بیا در قلب من ساکن و حاکم باشه. از امروز به بعد نمیخوام یک زندگی خودخواهانه زندگی کنم، خود محور، بلکه میخوام امروز بیای در قلب من تو سلطنت کنی. اون موقع خدا به تو این آب رو خواهد داد و بنوشی و از تو یک چشمه‌ای ساخته بشه. آمین. این عزیزان این تجربه رو کردن و امروزم خدا برحال دعوت میکنه و میخوام امروزم دعا کنم و دعوت کنم عزیزان، اگه کسانی هستین، حتی یک نفرم باشه، بیا جلو، نه تو تنهایی جایی گم شده، بلکه بیا این جلو بگین خدا من میخوام عیسی مسیح، من اعتراف میکنم گناهکار هستم، من نمیتونم عوض بشم و نمیتونم خدا من گناهای من معاف بشه، فقط ایمان دارم تو به خاطر من مردی روی صلیب. بیا این جلو و امروز خواهین چشید از این آب حیات. آمین. چشمانو ببندیم. خدا من ممنون هستیم عیسی جان، مرسی که امروز یه روزی هست، یه جشنی هست که جشن گرفتیم برای این عزیزانی که به تو ایمان آوردن. فقط میدونم خدا من افرادی هم اینجا هستن یا افرادی هم که از طریق یوتیوب نگاه میکنن یا نگاه خواهند کرد. خدا من دعا میکنم روح القدس الان تو خودت ملزم کنی، واقعا بدونن خدا من بدون تو، بدون دریافت بخشش گناه، خدا من آینده در جهنم خواهند گذارند، جهنم ابدی.
و بیا روح القدس نشون بده خداوند که تو امروز دعوت میکنی این حیات رو به دست بیارن. مرسی خداوند برای رحمتهای تو، برای فیض تو که امروزم بخشیدی خداوند. دعای برکت و فیض که الان مثل باران ریخته بشه. و من همینطور میخوام برای افرادی که ایماندار هستن، برای افرادی که این عهد رو با خداوند بستن و همینطورم دور شدن از او، از این چشمه دور شدن و رفتن شروع کردن در این دنیا دوباره از این چشمه های این دنیا بنوشن، خدا امروز هم این فرصت رو به شما میده عزیزان که بیاین همینطور عهد خودتون تازه کنین و همینطور بگید خداوند من آمدم اینجا با توبه و بازگشت، من آمدم دوباره از این آب تو بنوشم، من میخوام دوباره این عهد رو نگه دارم. اگه اینطوریه پس الان دعا میکنم و دعا کردم، یعنی الان دعوت میکنم همینطور خوب میشه همه چشمایمون بسته باشه، دعای خودتون الان انجام بدین و کسانی که اینجا هستن و واقعا میخوان امروز عیسی مسیح رو عنوان خداوند قبول کنن بیاین جلو، و افرادی هم که از خدا دور شدن اگر لطف کنی یک آهنگ پرستشی بذاریم. هللویا خداوند. عیسی تو رو دعوت میکنه، بیای نزد من، تمام زحمت کشان و گرانبارم هم به شما آرامی خواهم داد. میدونم افرادی هستن که اینجا میخوان، شاید خجالت میکشی بیای جلو، بعد نگاه کن تو این حیات رو از دست میدی. یه لحظه همینطور صبر میکنیم. اگه در قلب تو احساس میکنی یه آتشی هست، یه چیزی هست که اینجا میجوشه، پس خدا با تو صحبت کرده عزیزم. اجازه نده که خدا از تو رد بشه بدون این نجات، و برای ایمان داره هم همینطور. و نگاه نکن به دست چپ، راست و چپ، نگاه کن به عیسی. عیسی اینجا جلو ایستاده و این آب حیات در دستشه. هللویا خداوند. قلب تو باز کن، بگو عیسی تسلیم تو هستم، تسلیم تو هستم، گناه منو ببخش، منو دوباره بلند کن، منو شفا بده. عزیزانم خیلی عمیق احساس میکنم افرادی اینجا هستن که نیاز به دعا دارن و شاید اون خجالت، شاید غرور، یاد کتاب دریک پرنس افتادم، یه نویسنده ایرلندیه که اصلا خدا رو قبول نداشت، وارد کلیسا شد و واعظ دعوت کرد که به جلو بیاد و قلبش رو به خداوند بسپره. واقعا میگه توی سر دوراهی مونده بودم که آیا جلو این جماعت جلو برم و غرورم از بین بره، یا اینکه برم جلو و آزادی رو در عیسی مسیح خداوند به دست بیارم. و من تصمیم گرفتم که حتی اگه غرورم از بین میره، اگه همه فکر کنم من گناهکارم یا نیاز به خدا دارم، ولی جلو برم و آزادی رو تجربه کنم. و الان خیلی از عزیزان هستن که
حتی ایمانداران که به این آزادی احتیاج دارن. وقتی واعظ دعوت میکنه به جلو، این تماما خداست که داره دعوت میکنه. آمین. یا خداوند مرسی از صبر تو، صبری که با ما داری خداوند. دائما منتظر ما میمونه. برادر نور میتونی دعا کنی. بیا اینجا همینطور.